بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان بینندگان خوب و محترم برنامه به وقت بیداری این برنامه را به طور زنده و مستقیم از بخش فارسی دری شبکه جهانی هادی تیوی مشاهده میکنید یک بار دیگر خدمت همه شما خوبان عرض میکنم اگر میخواهید با برنامه خود در ارتباط باشید سوالات، پیشنهادات، نظرات و حتی انتقادات خود را با ما در میان بگذارید از طریق این شماره مثبت 964 780 255 40 13 می توانید این کار انجام دهید تشکر میکنم از بینندگانی که با برنامه در ارتباط شدند از جمله عزیزی با شماره مثبت 93 72 چهار شماره آخر 52 34 از کشور عزیزم افغانستان تماس گرفتند و سوالی را پرسان کردند که به طور خصوصی به این عزیز پاسخ داده شد همچنین بیننده عزیز دیگری با پیش شماره مثبت 93 77 چهار شماره آخر 77 29 با واتساپ برنامه در تماس شدند و تشکر کردند از برنامه ما هم متقابلا از شما عزیز محترم تشکر می کنیم و بیننده عزیز دیگری با شماره مثبت 98 913 چهار شماره آخر 64 96 از کشور جمهوری اسلامی ایلان با واتساپ برنامه در تماس شدند و ایشان هم تشکر کردند انشالله خداوند شما را همیشه بر مسیر خیر و آفیت قرار بدهد گفتگو میکردیم با استاد گرامی جناب حاج های هاشمی در مورد آداب دعا و استاد رسیدیم به این آیه زیبا از سوره اسرا که فرمودید دعای پیامبر هست در حقیقت آموزش به ما هست که میفرماید رب ادخلنی مدخل صدق و اخرج مخرج صدقن و اجعلی که سلطانا نصیرا توضیحات این آیه را از زبان شما میشنویم بله با سلام مجدد بسم الله الرحمن الرحیم نکاتی از آیه شریفه را بیان می کردیم در محضر شما به بهانه این که در این آیه شریفه خداوند به پیغمبرش و رسولش آموزش می که در هنگام دعا از واژه رب و اون خصوصیت ویژگی خصوصیت و ویژگی ربوبیت خداوند یاد کند و قر ربی رب ادخلنی زیرا که دعا کردن یک نوع پرورش است و انسان اون را که میخواهد در جهت کمال خود و در جهت رشد خود و نفس گفتگو با خداوند کمال است که از شعون ربوبیت الهی است خب علاوه بر اینکه که این نکته رو گفتیم که پیامبر هم در هنگام دعا از واژه رب استفاده می کرده است و این ادب رو خود خداوند به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلام و مخته است نکاتی رو که در این دعا عرض کردیم و نتیجه گرفتیم که این دعا یکی از اون دعاهایی است که بسیار بسیار خوب است در قنوت در صبحگاهان در شامگاهان در هر کاری در آغاز هر برنامه‌ای ما این آیه شریفه را تلاوت بکنیم نکته آخری که از میان صدها نکته ای که می شود در اینجا بیان کرد با بضاعت ناچیز من که ارز می کنم صدها نکته شاید گذاف نباشد و چندین برنامه جا دارد که گفتگو و گوش شود درباره آن، من فقط آیه بعد از این آیه را و قل جا الحق و زحق الباطل و این الباطل کان زهوقا از این میگذرم این آیه بعدی رو میخوانم و ننزل من القرآن ما هو شفاع و رحمه للمؤمنین ولا یدید الظالمین الا خساره به این آیه شریفه ما یک بار دیگر برخواهیم گشت و اون این است که یکی از آداب دعا است که انسان باید باور داشته باشد به کسی که در پیشگاهی او دعا می کند یعنی او را قبول داشته باشد ایمان داشتنی به مدعو کسی که انسان او را میخواند بله. یکی از شرایطی دایی نیست که انسان باید اون رو قبول داشته باشد مثلا شما وقتی از کسی باید سوال کنید مثلا یک مسئله علمی را که باور داشته باشید این آدم عالم است و میداند این را و اگر بدانید که عالم نیست در این حال سوال بکنید نوع تمسخر و استهزا حساب میآید آید از... ولذا یکی از آداب دعا این است که انسان باید مؤمن باشد خدا باور باشد تا خواسته ای او مورد اجابت قرار بگیرد در اینجا خداوند اون رو در یک زمان دیگری برمیگردیم خداوند میفرماید انزل من می القران ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین یکی از مصادیق این سخنی که خداوند میفرماید ما قرآن را اصلا شفا نازل کردیم این شفا نازل کردن بدون معنا هست که ما در سوره مبارکه و العصر می که والعصر ان الانسان لفی خسر انسان اصلا در وسط و وسط خسران است چون کلمه فی در زبان عربی یعنی اینکه تمام اطراف انسان را خسران و زیان فرا گرفته باشد تمام اطراف انسان را زیان و خسران و مرض و بدبختی فرا گرفته باشد و این قرآن است که برای انسان میتواند شفا بخش باشد یکی از اون چیزهایی که میتواند شفا بخش باشد همین آیه است که در اون دعا را آموخته است خداوند به پیامبرش یعنی یکی از مصادیق همین است چین چی که سیاق را در نظر بگیریم و چین چی که کلمه قرآن نیز این آیه را شامل می شود مم. یعنی از باب اینکه یا بالعموم شامل هست. می شود یا اینکه بالخصوص نظر دارد بر این آیه شریفه وقتی که میگوید و نظرم من القرآن ماهو هو شفا و رحمت المؤمنین من این نکته را میخواستم به بینندگان عزیز یادآوری بکنم و به خودم که این آیه ای که بسیار بسیار شنیده ایمان آن را در پسا پشتی و در سیاق این آیه شریفه آمده است که و قر رب بتخلی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و جعلی ملدن که سلطان نسیرا بله. اگر ما این هر دوتا در کنار هم و در یک سیاق مورد توجه قرار بدهیم خواهیم فهمید که بایستی بیشتر رفیق شد با این آیه شریفه ای ربی ادخل مدخل بیشتر رفیق شد با دعایی که خود خدا به پیامبرش آموخته است و دعای پیامبر بوده است مزیبا. این نکته را درباره این آیات شریفه در بابی ادبی قرآن که مزیبا. از طریق سیره انبیای الهی برای ما بیان میکند خب در همین ارتباط یک آیه دیگری را هم ما داریم در قرآن کریم از زبان حضرت عیسی روح الله ما از حضرت ابراهیم از حضرت آدم از حضرت ختم مرتبت و از حضرت موسی نقل کردیم درست این آ... آیات رو... هست که در مورد حضرت ابراهیم فرمودید که بسیار شخص پردعایی بودند و توقعات زیادی داشتند در قالب دعا و این خواسته ها را از خداوند متعال درخواست کردن بله بله ما در میان انبیا هر یکی را دارای شاخصه هایی میدانیم مثلا حضرت نوح رو میگیم شیخ الانبیا یا حضرت عیسی رو میگوییم کلمت الله بله. یا حضرت موسی رو میگوییم کلیم الله حضرت ابراهیم رو میگویم خلیل الله خلیل یعنی خیلی خیلی خصوصی خودمانی یعنی بله. اونقدر دوست بودن که با هم خیلی حرفا رو رد و بدل می کردن ولی چون این رابطه خلت و دوستی بسیار بسیار صمیمی بین حضرت ابراهیم و خداوند برگزار بود و به همین دلیل مثل اینی که گاهی وقت فلانی دوستی های هم دیگر را امتحان می کنند و همین دلیل بود که خداوند حضرت ابراهیم را در خیلی جاها آزمود که ببیند بارده. چقدر بر این خلت و دوستی باقی است و در موارد زیادی این اتفاق, اتفاق ده ده ده. افتاد که پیروز شد در این آزمون بله. مثل آن موردی که ها به شوخی یا به از باب مطایبه قصه ای رو میگویند یعنی که شوهری خانمی به همسرش گفت که برو برای من شاخه گل بیاور اون رفت و بعد از مدتی دست خالی برگشت و بعد گفت که چرا نیاوردی تو دوست نداری من گفت هرچی گشتم گل خوشتر از تو پیدا نکردم <applause> که بیارم گویا زیمان. که اون تست بوده است که ببیند این محبت باید. و علاقه شاورش رو به خودش ببیند چقدر علاقه دارد خب اون هم مصرف نکرد و هم به هوشیاری و بسیار ظرافتی نشان داد که به همسرش بسیار علاقه دارد و از این آزمون پیروز درآمد خب یکی از ادعیه‌ای که خداوند زبان پیامبران خود نقل می‌کند دعایی است که از حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه الصلاۃ و السلام نقل می‌کند و علیه الصلاۃ و السلام نقل می‌کند قال عیسی ابن مریم در سوره مبارکه مایده اگر بینندگان عزیز من در اول برنامه شاید تقاضا کردم که در بحث های قرآنی این مباحث اگر شرکت میکنید بسیار بسیار خوب است که یک قرآن هم همراه خود داشته باشید درسته. زمانی که گویندگان و کارشناسان مطلبی را مطرح میکند و آیه ای را میخونند خودی آیه را باز کنیم و همراه با کارشناس و گویا که یک کلاس آموزشی اجرای برنامه با تک تک آیات سر و کار داشته باشیم و ببینیم و از نورانیت آیات استفاده کنیم و هم با معنای او و ترجمه و تفسیر رو معنوس شویم ان بله همین طور است و حتی بیشتر از آن که شما وقتی یک کسی میگوید میگه اینجا جایش مثلا صورت شما یک چیزی دیده میشود شما در همون زمان آینه رو رو برای صورت خود میگیرید هم حرف او رو میشنوید هم خود آینه رو میبینید و دقت میکنید که کاملا درست هست و چه بسا عیوب دیگری را هم ببینید بی و فواید دیگری هم در این آینه برای شما نماید. ظاهر شود لذا قرآن کریم را به هر بهانه‌ای به هر فرصتی انسان با خود داشته باشد غنیمت است و نعمت قال عیسی ابن مریم آیاتی تقریبا آخر سوره مبارکه مائده است آیه 114 قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا اللهم ربنا ای خدایی که از شؤون مهم تو ربوبیت است ای خدایی که از شؤون مهم تو تربیت, تربیت کردن و تکامل ماست و رشد ماست و برآوردن نیازهای ماست مم. یعنی الله جامعه کمالات و صفات است که یکی از شونی آن ربوبیت است بحثی تربیت یعنی ها چون الوهیت خداوند غیر از تربیت شونی دیگری را هم شامل. شامل صفات دیگری را هم دارد اللهم ربنا ای خدایی که یکی از شونی تو تربیت ماست مم. بنابراین در اینجا باز میبینیم که کلمه ربنا را استفاده کرده است اما نگفته است ربی بلکه گفته است ربنا چرا به خاطری ای که این دعا برای یک گروه است از حواریون یعنی حضرت عیسی به همراه حضرت ایسا بله. حواریون خودش آره زیرا که در آیه قبلی دارد که اثقال الحواریون یا عیسی بن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائده من السماء آیا خدای تو می تواند یعنی این مصلحت می بیند که همینطوری واقعا از آسمان یک سفره پرو پیمانه برای ما بفرستد خب دلایلی دارد که اون مباحثی در اون آیه مطرح هست و اصل جریان که فعلا در چاوکات برنامه ما گنجایش ندارد مورد نظر ما این است که قال ای سبن مریم اللهم ربنا کلمه ربنا را در آغاز سخن خود از طرف خود و از طرف هواریون و خانندگان این سفره آسمانی بیان می کند ربنا انزل علینا مائدت من السماء یک سفره رنگینی برای حواریون یعنی علمای کرام نازل کنید که اینها نیازی به این پیدا کردن که از غذای آسمان میل کنند تناول کنند تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیت منک و و انت خیر و رازقین درست. بر میگردیم به این که چرا خداوند از زبان حضرت ایسا و خود حضرت ایسا اینجا خیلی به توصیف و تمجید خداوند هم پرداخته است ما در دلست. یکی از آداب دعا بیان خواهیم کرد که یکی از آداب دعا این است که خداوند را تحمید کنید تمجید کنید توصیف کنید به اسمای حسنای الهی بخوانید اینطوری نیست که شما همینطوری از باب این که ما خیلی خودمانی هستیم تسقط الاده بین الاحباب مستقیم به سراغ خاصی بله بدونی. و در همین جا من یک نکته را عرض کنم شاید منم نمیخواستم از قبل این نکته را بیان بکنم یعنی در ذهن من نبود ولی گاهی وقت بعضی چیزها در نزد ما خیلی مورد قبول واقع می شود و حال که هنگامی که عرضه می شود به قرآن و سنت صحیح می بینیم که شایستگی اون قدر ارج رو ندارند ارج و مقام را مثلا من نمونه عرض می کنم. ما یک سلسله مناجات هایی داریم به نام مناجات های مناجات خواجه عبدالله انصاری مثلا بله. یا برخی از عرفا و صوفیان با خداوند به گونه ای صحبت کردن تو من تو من اینطوری خیلی خودمانی بعضی از انسان ها باور میکنن که چقدر مقام خالصانه است و مقام دوستانه است که اینقدر خودمانی شده است و بعدم این شعر رو بخوانند که تسخط الادا بین الاحباب بین دوستان دیگه ادبی نباید رعایت شود یکی از نامطلوب ترین فهم ها این است این گونه فهم که ما با خداوند با مثل منوتو حرف بزنیم و اون روش و منش و سیره ای را که خود قرآن به ما میآموزد و از زبان و روش پیامبران الهی نقل میکند به یک سو بگذاریم اونها را به عنوان بهترین دعاها میخوانند و مناجات و چه بسا بعضی ها حفظ میکنند و حالا که قرآن کریم در همین جا شما میبینید که وقتی میگوید اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء و بعد اون قدر ارج می نهد این کار خداوند را تکون لنا ایدن لی و, و آیت من که ورزقنا و انت خیر الرازقین تو بهترین رزق هندگانی. تو بهترین رزقهندگانی این همه تمجید و توصیف و مقام خود را پایین آوردن که برای ما اید خواهد بود این کاری را که شما برای ما انجام می دهی. خب مورد نظر این بود که در اینجا آیه شریفه برای ما بیان می کند که حضرت عیسی ابن مریم هم هنگام دعا از این شعن ربوبیت خداوند استفاده می کند که اگر تو این سفره آسمانی را نازل بکنی باز هم در جهت رشد ما و در جهت کمال ما و در جهت تربیت ماست چه بسا اگر این کار صورت نگیرد نقصی در کار من حضرت عیسی ابن مریم از نظر حواریون یا از دیدی دیگرانی که مشاهده میکردن این مطلب را یا از نواهی دیگر ممکن است نقصی در وجودی در برنامه من پیش بیاید مستد تو... پس فرمودیم که یکی از مهمترین آداب دعا این هست که خداوند رو با صفت رب و ربوبیتش بخانیم و دعای خود رو بعد از آوردن ذکر و کلمه زیبای رب به کار ببریم اما در مورد معنای خود رب ام، شما اشاره کردید که به معنای تربیت هست پرورش هست رشد دادن هست که یکی از مصادیق این تربیت و رشد خود دعا هست بله یعنی انسان به واسطه دعا پرورش پیدا می کند به خداوند نزدیکتر می گردد بعضی جاها عنوان کردند که کلمه رب به معنای مدیر هست و مدبر هست کسی که کارها را اداره می کند جهان را اداره می کند باران را فرو می ریزد گیاهان رو رشد میداد انسان رو تغذیه کند کدوم یک از اینها درستتر هست ما رب را به عنوان مدیر و مدبر در نظر بگیریم یا به معنای پرورش دهنده اون جایی که حتی به معنای مدیر و مدبر هم شما یک کار رو چی برای چی تدبیر میکنید یعنی در جهت درست انجام شدن در جهت کامل شدن این کار شما کار رو مدیریت میکنید که درست انجام شود یعنی به بهترین شکل و به بهترین وجه به کمال مطلوب برسد حتی یک ساختمان یک پروژه رو شما اگر مدیریت بکنید یعنی این به کمال لازم و به کمال مطلوب برسد بنابراین مدیریت و تدویر در بطن کلمه رشد و تکامل و تربیت نهفته است متاها تربیت هر چیزی متناسب با خود اون چیز است تربیت گیاه به گونه است تربیت انسان به گونه تربیت یک حیوان به گونه دیگری است تربیتی و اداره و مدیریت چی بسا ممکنه درباره یک سلسله و موجودات مدیریت به کار برده شود در جای دیگری تربیت گفته شود همه اینها در مفهوم کلمه رب گنجنده شده است و به همین دلیل است که خود خداوند من در برنامه قبلی هم عرض کردم که در زمانی که خداوند خود را توصیف میکند میگوید الحمدلله رب العالمین همه عالم تحت ربوبیت خداوند است بنابراین هر چیزی را به تناسب خود اون چیز خداوند تربیت میکند و رب اوست پس که البته میشه بگیم هر دو اینها به یک معنا بر میگردد هم بله. تربیت و هم اداره کردن بله. و شاید یکی از سخنهای زیبایی که در توصیف رب آمده باشد جوابی هست که حضرت موسا به فرعون میدهد و زمانی که فرعون میپرسد تو که میگوی خدای من این خدای تو کیست حضرت موسی به زیبایی پاسخ میدهد ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا پروردگار من اون کسی است که به هر چیزی اون خلقت خودش را عنایت کرده و سپس او را به سمت همون خلقتش و هدف از خلقت دارد هدایت می کند بله. استاد با توجه به این که سه دقیقه تا پایان برنامه داریم اگر جنبندی بفرمایید ممنون میشم بله خیلی خوب یک دعایی هم از حضرت زکریای پیغمبر هست از پیامبران بسیار دوست داشتنی بعضی از پیامبران هست که انسان وقتی به داستان اونها نگاه می کند به روش زندگی اونها خیلی بزرقی. لذت می برد و یک چهره محبوبی از او در وجود انسان شکل می گیرد گرچه ندیده است اما بر اساس روایاتی که زندگی او را به تصویر میکشد یکی از این پیامبران دوست داشتنی حضرت زکریا پدر حضرت یحیی بن زکریا علیه مسلات و سلام هست از زبان ایشون داریم که زمانی که متکفل و مربی حضرت و نگه دارنده حضرت مریم مادر حضرت عیسی علیه السلام قرار گرفت علیه السلام قرار گرفت یکی از چیزهایی که برای حضرت زکریا مایه شگفتی و تعجب شد این بود که گاه گاهی که می رفت یک غذای آسمانی برای این خانم می دید لذا قرآن می فرماید که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا با اینکه اونجا جایی بود که کسی حق ورود نداشت ولی هر زمانی که حضرت زکریا میخواست اونجا وارد شود می‌بینید که یک سفره در کنار ایشون هست پسرش به اون سختی با دعا مایده آسمانی به دست میآورد مادر قبل از این برنامه ها سفره ای نه یک بار بلکه همیشه در نزدش حاضر بوده است و این تفاوت بین مادر هست و بین حضرت عیسی ایسا، حضرت عیسی را که ما این همه مقام قائل هستیم باید توجه داشته باشیم که یک مادر اینطوری داشته است و ائمه معصومین علیهم الصلاۃ و سلام را هم که ما این همه مقام قائل هستیم برای اونها توجه داشته باشیم که یک مادری داشته است که فوق همه بوده است فوق همه این مقام هایی که ائمه معصومین علیهم الصلاۃ و سلام قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب که اینجا هم باز از همون نمونه است که عرض کردم هنالك دعا زكريا ربه اینجا بود که به تمع افتاد حضرت زكريا الله اکبر که گفت کاش یک فرزندی مثل این خدا به منم بدهد قَالَ رَبِّ هَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً قَالَ رَبِّ إن جملارات توجه داشته واشم قَالَ رَبِّ هَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً انک سمیع الدعا ما با این آیه بیشتر کار داریم و برمیگردیم ان شاء الله تعالی و توضیحات دیگری را از سفره با برکت قرآن سمیشهالله. در محضر شما بینندگان عزیز خواهیم داشت ان شاء الله اشاره که در اینجا هم حضرت زکریا دعای خود را با کلمه رب, آغاز, کرد. و با کلمه رب از ربوبیت خداوند درخواست می بله. بسیار ممنون متشکرم از شما جناب استاد و, و مطالب بسیار زیبا شنیدنی که از تفسیر آیات بیان کردید ان که قلب و جان همه ما با قرآن انس بگیرد و قرآن در دنیا یار ما و در قیامت همراه و شفیع ما باشد ان الله. تشکر از همه شما بینندگان عزیز که همراه برنامه بودید. امیدوارم لحظات شما همراه با قرین و قرین شادی و خوشحالی و خوشبختی و کامیابی باشد. عزیزان تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر با همه شما خداحافظی می‌کنیم در پناه حق باشید.